برای اخذ ویزای تحصیلی اتریش وقتی که ما به سفارت اتریش میریم و قرار هست که مدارکمون رو تحویل سفارت اتریش بدیم تا اونا مدارک رو برای ما به اداره اقامت بفرستن و مدارک ما در اتریش بررسی بشه و جواب ویزامون بیاد معمولا یک سری سوالاتی هم در کنارش پرسیده میشه در روز تحویل مدارک که به اون بخشی که در اون بخش سوالات پرسیده میشه میگیم مصاحبه و سوالاتی که پرسیده میشه سوالاتی هستن که بیشتر جنبه آماری دارن ممکنه بر اساس اینکه شما چه رشته ای رو انتخاب کردید یا چه شهری رو انتخاب کردید و به چه زبانی قرار تحصیل کنید قسمت مصاحبه به خواست شما یا برخلاف خواست شما حتی به زبان اون رشته ای که قرار تحصیل کنید انجام بشه مثلا اگه شما قراره به یک دانشگاه انگلیسی زبان برید ممکنه که با شما انگلیسی مصاحبه کنن یا اگه, اگه قرار به دانشگاه آلمانی زبان برید ممکنه که با شما قسمت مصاحبه رو آلمانی مصاحبه کنن که ببینن که دانش زبان آلمانی شما در چه حدی هستش خیلی وقتا هم دیده میشه که فرد اعلام کرده که من میخوام فارسی با مصاحبه بشه و آفیسر سفارت قبول کرده و فارسی با شخص مصاحبه کرده پس این موضوع خیلی اونترشیدلیش هست برای هر شخصی خیلی متفاوته برای هر شخصی و ممکنه سفارت برای هر شخصی یک رویه رو در نظر بگیره به هر اگر که شما توی روز مصاحبتتون رو مجبور شدید که به آلمانی به سوالات جواب بدید بهتره که با سوالات آلمانی گوشتون آشنا باشه اینکه شما از قبل با سوالات آلمانی گوشتون رو آشنا کنید و در زمانی که اونها رو میشنوید بتونید خیلی سریع تشخیص بدید که چه سوالی داری پرسیده میشه و جوابی رو که از قبل بهش فکر کردید و جواب اصلی شما هست و جواب واقعی شما هست رو بتونید خیلی راحت و با اعتماد به نفس ارائه بدید خب به شما کمک میکنه که استرس کمتری رو توی روز مصاحبه تجربه کنید به همین دلیل ما اومدیم یه سری سوالات رو تعداد خیلی کمی از سوالات رو که سوالات عمومی هستن و اکثرا پرسیده میشن آلمانیش رو برای شما توی این فایل گرد آوردیم و قراره که این سوالا رو با هم دیگه یک مرور کوتاه داشته باشیم که شما بتونید اونا رو تمرین کنید قبل از روز مصاحبه و توی روز مصاحبه اگر که مصاحبه شما در سفارت اتریش به زبان آلمانی انجام شد با اونا آشنا باشید اولین سوال اینه که چرا اتریش رو برای تحصیل و مهاجرت انتخاب کردید؟ برای اینکه این سال رو به آلمانی بپرسن میتونن بس شما بپرسن و هم هابنزی زیش فور استودیوم، اون آنوندگونگ فور استاش انشیدن و هم هابنزی زیش فور استودیوم، اون آنوندگونگ فور استاش انشیدن پس این سال میشه چرا اتریش رو برای تحصیل و مهاجرت انتخاب کردید سال بعدی که از شما میتونن بپرسن اینه که بعد از ورود به اتریش چه کارهایی رو باید انجام بدید Was sollten ناخ nach Ihrer این in تون tun? Was sollten Sie nach Ihrer پس این سوال میشه که بعد از ورود به اتریش چه کارهایی رو باید انجام بدید؟ چرا برای دانشگاه وین درخواست پذیرش فرستادید؟ چرا برای دانشگاه دیگه درخواست پذیرش نفرستادید؟ وقم هابنزی زیش اوم سولاسونگ اندر اونیورسیتت وین به وربن وقم هاون زیش um اندر an der Universität چه کسی به شما در کارهایتان کمک کرد؟ آیا کارهای پذیرش و مهاجرت را خودتان انجام دادید؟ اگر بخوان این را از شما بپرسند میتونن اینطوری از شما بپرسن که بر هت اینن با ایرر آر بایت گه زی دی سولاسونگز اون آنوند رونز آر الادیگن یعنی که انجام دادن یعنی به سر انجام رسوندن ور هات اینن با ایرر آربایت بایت گولفن هابن زی دی سولا اون این وند اونز آر بایت یا ممکنه اون قسمت این وند اونز آر مثلا نگن و فقط بگن که هابن زی دی سولا سونگز زلز که یعنی کارهای پذیرشتون خودتون انجام دادید سوال بعدی که میتونن از شما بپرسن اینه که اطلاعات خودتون رو برای مهاجرت از چه طریقی به دست آوردید؟ سوال اینطوری میشه به صورت آلمانی وی هابن زی ایره من وندگونگز اینفورمتسیانن که خب حالا خیلی میتونید بگید که از گوگل یا از سایت دانشگاه یا از وبسایت سفارت مثلا به دست آوردم یا از هر جایی که مثلا میتونید بگید از اعضای خانواده پرسیدم که از خانواده قبلا تجربه مهاجرت داشته و خیلی جوابهایی از این برد. پس اگر خواستن بگن که اطلاعات خودتون رو برای مهاجرت, مهاجرت از چه طریقی به دست آوردید میپرسند که وی ها بنزی ایرر آن وند ارهالتن سوال بعدی اینه بعد از اتمام تحصیل در ارتش در اتریش برنامه شما چیه؟ که سآل رو اینطوری میتونن بپرسند واسیس ایا پلن ناخ ابشلوس ایرر شتودیومز این استقاش واسیست ایا پلن nach Abschluss ihrer Studiums in Österreich. پس این هم سوال بعدیه. یا ممکنه راجع به خوابگاه شما ازتون بپرسن مثلا شما خوابگاهی رو رزرو کردین و میخوان ببینن که چقدر با اون منطقه ای که خوابگاهتون رو توش رزرو کردید آشنایی دارید و اصلا چقدر با آگاهی این کار رو انجام دادید. خوابگاه شما در کدوم نقطه شهر قرار داره؟ و بفیندت زیش یاون وان هایم این یا میتونن بگن که و بفیندت زیش یا وان و سوال بعدی این که زبان آلمانی رو چگونه یاد گرفتید؟ وی هست وی هست دوچ اینا سوالات عمومی هستن که میتونن از شما بپرسن کاری که من انجام میدم اینه که بعد از اینکه این ویدیو رو گذاشتم توی قسمت توضیحات ویدیو میام و فارسی و آلمانی این سوالات رو هم به صورت نوشتاری براتون قرار پس تو دیسکریپشن شما الان میتونید فارسی و آلمانی این سوالاتی رو که مرور کردیم به صورت نوشتاری هم بخونید و ازش استفاده کنید که روز مصاحبتون با استرس کمتری وارد مصاحبه بشید و مصاحبتون به خوبی پیش بره اگر سوالی هم راجع به این ویدیو داشتید و راجع به پاسخهایی که میتونید به این سوالها بدید و غیره میتونید توی قسمت کامنت ها یا توی قسمت نظرات همین ویدیو مطرح کنید و خیلی زود بهتون پاسخ داده میشه